سلام. یکی از جذابترین مسئله ها توی تاریخ علم به نظر من مسئله کشف نپتون، به این خاطر که نپتون جز اون سیارهایی نبود که از مشاهدات رصدی کشف بشه. یعنی مردم نگاه نکردن به آسمون بگن ای جرمی اونجا هست، این سیاره است، نپتونه. نه، نپتون دیرتر از قبلی هاش کشف شد و نه به واسطه رصد، به واسطه اینکه مردم از دل محاسبات ریاضی متوجه شدن یک جای کار میلنگه. یعنی یه سری سیاره قبلش کشف شده بود، میدونستیم که چطوری هر سیاره روی سیاره دیگه اثرات گرانشی داره و محاسبات ریاضی اون موقع میتونست به ما بگه که مدار هر سیاره چجوری توسط بقیه سیاره ها مختل میشه. یعنی ما میتونستیم اثرات اختلالی سایر سیاره ها رو روی فلان مدار پیدا کنیم. برای همین وقتی مردم نشستن دو تا چارت هاشون رو کردن و تمام ریاضی هاشون رو نوشتن، دیدن که یه چیزی سازگار نیست، یا رصد هامون دقیق نیست یا اینکه نه، باید یه دونه سیاره دیگه هم باشه تو آسمون، چون اگر یه سیاره دیگه باشه فلان اثرات اختلالی روی فلان مدار قابل توجیهه. و این خیلی اتفاق جالبی بود. یعنی بعد از مدت‌ها توی تاریخ علم، فیزیک علم مشاهده است، فیزیک علم تجربه است. اکثر اتفاقات مهم توی فیزیک، توی شروع فیزیک، به واسطه آزمایش بوده. یعنی اول یک اتفاق معمولا می‌افتاده و بعد مردم می‌رفتن چارچوب ریاضیاتی براش پیدا می‌کرد. اما از زمان نیوتن به بعد فیزیک دوچاره چارچوب خیلی جدی محاسباتی میشه و این یک قدرت فوق‌العاده‌ای میده به فیزیکدون‌ها که بتونن به کمک ریاضیات به پیش‌بینی برسن. یعنی به کمک ریاضیات بفهمن یه چیزی هست که ندیدیمش، پس بریم نگاه کنیم. و یکی از نقاط عطف توی تاریخ علمه، به این خاطر که با محاسبه نشستن مردم، با سر یه خودکار رو کاغذ اینو خط خطی کردن و بعد فهمیدن یه جرمی توی آسمون وجود داره و وقتی محاسبات انجام دادن، نامه زدن به فلان رصدخونه، تلسکوپتون رو فلان جا بچرخونید، یه چیزی باید ببینید، و دیدند و این سیاره کشف شد. این خیلی اتفاق مهمی از لحاظ تاریخ علم که ما بتونیم یک چیزی رو به کمک مغز بشر، قلم و کاغذ پیدا کنیم. خیلی هیجان انگیزه به نظر. یعنی شاید توی تمام قصه های علمی این جزو بهتریناش باشه. اما چه درسایی وجود داره؟ این مسئله کشف نپتون، قسمت رصدش یه مسئله است، اینکه خب مثلا باید تلسکوپ همون فلان باشه، بیسار باشه، اون مهم نیست چندان توی این ماجرا. هرچند که اگر برید نوشته آخرمون رو توی سیدپور بخونید که راجع به این ماجراه، این تلسکوپ به اون تلسکوپ فرق داره و خب باید تلسکوپ خوبی داشته باشیم که بتونیم ببینیم. این یه بحثه. اما این که ما این بستای اختلالی رو بتونیم درست بنویسیم، که بتونیم اثرات گرانشی رو درست بنویسیم و محاسبات ریاضیش رو انجام بدیم، کار آسونی نبوده. یعنی اگر نگاه کنین چندین مقاله پشت سر هم میاد، چندین آدم مختلف، ریاضیدونای مختلف میان و ریاضیات جدیدتری رو توسعه میدن تا ما بتونیم بفهمیم اینو. این خیلی مهمه. یعنی در راستای این مسیر ما میخواستیم یه چیزی پیدا شد به اسم اینکه آقا اثرات اختلالی فلان مدار رو نمیفهمیم، بیایم سعی کنیم محاسباتمون رو دقیق‌تر انجام بدیم ببینیم داستان از چه قرار. و در راستای اینکه این درک کنیم، این به این درک برسیم، شروع کردیم ابزارهای ریاضی توسعه دادیم، ابزارهای پیشرفته تر ریاضی که بتونیم بستا رو مختلف بنویسیم، بتونیم تقریبهای خوب بزنیم تا این مسئله حل بشه. و خود مرور تاریخچه ابزارهای ریاضی که این وسط کشف شد یه درس جدیه تو تاریخ علم، که چطوری وقتی یک چالشی پیدا میشه توی علم، آدم‌ها میرن و براش ابزار ریاضی پیدا میکنن. گاهی از اوقات این ابزار ساخته شده، گاهی از اوقات این ابزار برای یه چیز دیگه ای استفاده شده و یه آدم باهوشی میره اونو پیدا میکنه و میزنتش به این وسیله. یه نکته دیگه که خیلی مهمه راجع به کشف نپتون اینه که
مسئلهش، مسئله که این روزا بهش میگن مسئله اینورس فیزیکس یا مسئله استنباط، مسئله اینفرنس. چون ما این بار یک سری داده داشتیم، می‌خواستیم یک سری پارامتر رو ازش کشف کنیم، یعنی بکشیم بیرون، به اینفر کنیم اصطلاحاً. این جزء اولین مسائل جدی استنباط، یا حالا نمیدونم ترجمه بهتر شاید براش باشه، اینفرنس توی فیزیکسه. یعنی فیزیکس همیشه اینجوره که یک مدلی هست، داده ای رو توصیف میکنه. حالا ما داده رو داریم این دفعه و مدل رو داریم، ولی پارامترهای مدل رو نمیدونیم. میخوام این مسئله رو برعکس بریم. به همین خاطر کشف نپتون یک مسئله به شدت بغرنج بود برای فیزیکدونای اون موقع که بتونن این پارامترها رو پیدا کنن. من سعی کردم توی این ویدیو خیلی بدون جزئیات فنی یا اسامی و اینا راجع به این حرف بزنم، به خاطر اینکه یه پستی نوشتیم اخیراً توی سیدپور، مهدی زحمتش رو کشیده و ماجرای کشف نپتون رو با جزئیات فنیش توضیح داده. به همین خاطر پیشنهاد میکنم اگر علاقه مندید به این مسئله، حتما نوشته آخر رو بخونید و سعی کنید تاریخچه علم رو اینجوری مرور کنید که اینها اتفاقاتی نیست که گذشته رخ داده و تموم شده. اینها اتفاقاتی هست که همین امروزش هم ما توی فیزیک، توی علم موجود داریمش. و این مسئله شبیه مسئله دیگه ایه که همین امروز کاربرد داره. مثلا شما میدونید که اگر یک مثال امروزی تر براتون بزن، مثلا اگر یک فلز خاصی رو بشناسید، میدونید که این فلز چه آرایش هندسی داره از اتم ها و میدونید همیلتونی حاکم بر اجزایش چه شکلیه، برای همین میتونید انتظار خلان خواصو داشته باشید ازش. مثلا اگر شما یه آهنربا داشته باشید و فیزیکش رو بشناسید، میتونید با دونستن همیلتونی حاکم بین اسپین هاش اصطلاحاً اون مغناطیسی که از این سیستم تولید میشه رو بفهمید. حالا یه سوال برعکسی که میتونه از شما بپرسه، بگه که من یک آهنربایی میخوام داشته باشم که فلان میدان مغناطیسی و فلان ویژگی ها تولید کنه. حالا تو با من بگو که آرایش هندسی اتم هاش چه شکلی باشه. یعنی مسئله رو از این طرف داریم، یه سری داده داره میده به شما، میگه فرض کنید که این داده ها رو داریم، مثل داده مغناطیس، مثل همبستگی بین فلان چیز و فلان چیز، و حالا شما برو برای من اون آهنربا رو طراحی کن. اون موقع این مسئله برعکس فیزیکه، یعنی فیزیک وارون به اینها میگن مسئله های اینورس فیزیکس یا حالا اینورس استاتیستیکال فیزیکس. یعنی شما یک سری چیزها رو دارید به عنوان داده، به عنوان رصد، به عنوان آزمایش، به عنوان چیزی که هست، حالا میخواید از این طرف برید اینو درست کنید. و این فقط توی فیزیک هم نیست، توی جاهای دیگه هم هست، توی زیست شناسی هم هست. مثلا شما یک سری داده دارید از اینکه چطوری ژن ها با هم برهم کنش میکنن، اصطلاحا سطح بیان ژن ها عوض میشه. شما داده هایی رو دارید از سطح بیان ژن های مختلف توی فلان سلول، بعد حالا میخواید ببینید که برهم کنش ژن با ژن چقدره، یعنی این جفت شدگی های بین ژن ها رو مثلا توی مدل خاص پیدا کنید. و این کاربرد های خیلی 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 زیادی داره. به همه خاطر اگر شما به مسئله های این مدلی که مسئله های خیلی روز علم هم هستن، به خاطر اینکه ما این روزها دیتا زیادی داریم توی حوزه های مختلف و میخواییم تلاش کنیم که دیتا رو بفهمیم، میخواییم دیتا رو درک کنیم، برای همین یک بخش زیادی از فیزیک آماری امروز مسئله های اینفرنسه، مسئله هایی که شما یه مش داده دارید و میخواید یک مدلی رو اصطلاحاً استنباط کنید پارامتراشو. این توی نور ساینس خیلی کاربرد داره، توی مسائل زیستی کاربرد داره و خیلی خیلی چیزهای دیگه. پیشنهاد میکنم نوشته اخیرمون توی سیت بود بخونید. من یه مقاله دیگه هم میذارم توی استوری ها که بتونید راجبش بیشتر بدونید، راجب استنباط. موفق باشید.